درود به شما عزیزان در این ویدیو در ابتدا گزارشی داریم از درگیری میان احزاب اصولگرا در ادامه خبری داریم از تعیین جانشین خامنهای. و در پایان میپردازیم به سوزی گسترده در پارک ملی کرخه با ما همراه باشید دوستان عزیز تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدند اگه محتوای ما رو میپسندید لطفا برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید اصولگرایان به جان هم افتادند جلیلی به خیانت عدد نفهمی و ساده سازی متهم شد با گذشت چند روز از اعلام نتایج انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران و پیروزی پزشکیان تنش ها میان نیروهای اصولگرا افزایش یافته است اصولگرایان معترض جلیلی را به دلیل عدم اعتلاف با قالیباف و شکست در انتخابات به خیانت عدد نفهمی و ساده سازی عمل سیاسی متهم میکنند روزنامه اصولگرای فرهیختگان در یادداشتی سعید جلیلی و تیم انتخاباتی او را مسئول شکست این جریان در انتخابات روز جمعه 15 تیر خواند به نوشته این روزنامه گزارش هایی که درباره سازمان رأی از سوی اعضای ستاد جلیلی منتشر شد به قدری دور از واقعیت بود که بهترین تعبیر درباره آن عدد نفهمی است در این یادداشت از ساده سازی عمل سیاسی به عنوان اولین اشتباه عمده اصولگرایان بازندگی انتخابات یاد شده و با اشاره به روایت های تاریخی مذهبی درباره طلحه و زبیر جلیلی به بیعت چکنی متهم شده است شیعیان از این دو شخصیت تاریخی صدر اسلام به عنوان نماد خیانت در عهد یاد می کنند. روزنامه اصولگرای فرهیختگان تاثیر مسائل سیاسی و اجتماعی گشت ارشاد فیلترینگ موضوع حجاب و تحریم را در نتایج این انتخابات رد نکرده است پایه یکی از اعتراضات اصلی اصولگرایان به جلیلی امید او و ستادش به رأی آوردن این کاندیدا در روستاهاست به نوشته فرهیختگان اعضای ستاد این کاندیدای اصولگرا امید میدادند که رأی روستاها به سمت جلیلی بازگشته است این روزنامه سرمایهگذاری جلیلی و رأی روستاها را بیثمر دانست و پرسید آیا این افراد نمی دانستند جمعیت روستایی کسری از جمعیت طبقه متوسط برخی شهرهای بزرگ هم نمی شود که پای صندوق آمدند؟ این در حالی است که محمد جواد ظریف و مسعود پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی ستاد جلیلی را به توزیع پول در روستاها متهم کردند. این اتهام از سوی جلیلی رد شد. هفته گذشته نیز سید علی آقازاده رئیس ستاد انتخابات حزب اعتدال که در این انتخابات از پزشکیان حمایت می‌کرد، از توضیع پول و مواد خوراکی در روستاها و شهرهای کوچک و از رایزنی و مذاکره با برخی فرمانداران و دهیاران به نفع یک کاندیدای خاص خبر داد در دوران رقابت های انتخاباتی درگیری های سیاسی میان اعضای ستاد کاندیداهای اصولگرا به اوج خود رسید و طرفداران جلیلی و محمد باقر قالیباف تلاش کردند با استفاده از انواع ترفندها مانند افشاگری ها انتشار انواع نظرسنجی ها و نظرسازی ها و نقل قول های متضاد از شخصیت های مختلف سیاسی، مذهبی و نظامی دیگری را از گردونه ی رقابت خارج کنند. با حضور جلیلی و پزشکیان در دور دوم این انتخابات اعتلاف میان جریان اصولگرایی شکل گرفت اما تا آن زمان شکاف میان نیروهای دو طرف چنان عمیق شد که کمتر کسی انتظار داشت حتی اعضای اصلی ستاد قالیباف هم به جلیلی رأی بدهند. در یک نمونه محسن آلیپور از حامیان قالیباف در واکنش به توییت محسن منصوری رئیس ستاد انتخاباتی جلیلی که خواستار همدلی دو گروه در دور دوم انتخابات شده بود پزشکیان را انتخابی آقلانه تر و بهتر دانست که کشور را فدای اغده هایش نمی کند. او نوشت ما هیچ عهدی با شما نداریم شما جریان را فدای اغده هایتان کردید. در نمونه دیگر محمد پاداش فعال رسانه‌ای پس از حذف قالیباف در دور اول انتخابات با بازنشت تصویری از جلیلی و اشاره به عدم پاسخگویی او به تماسها برای انصراف از ادامه رقابت های انتخاباتی نوشت دیگر از فردا می توانید تلفنتان را روشن کنید آقای جلیلی تمام شد کانال رسمی سابری نیوز نزدیک به سپاه پاسداران همزمان با شمارش آرا جلیلی را عامل شکست اصولگراها معرفی کرد و با ابراز تاسف از اینکه جلیلی با بیتوجهی به توصیه بزرگان انقلاب باعث شکست تلخ جبهه انقلاب شد وعده داد در آینده درباره خیانت و خودخواهی جلیلی بیشتر بنویسد همزمان کانال مکتوبات از اصلی ترین رسانه های نزدیک به جلیلی با حمله به قالیباف او را به اقدامات فرمالیته و عدم بسیج کامل نیروها در حمایت از جلیلی در دور دوم متهم کرد اعتراضات تیم رسانه‌ای جلیلی محدود به قالیباف نماند و پای شورای نگهبان را هم به علت چینش و ترکیب کاندیداها و رد و تایید صلاحیت آنها به دایره انتقادات اصولگراها کشاند. به نظر میرسد آنها انتظار داشتند شورای نگهبان مانع حضور رقبای جلیلی در انتخابات شود. روز جمعه 15 تیر دور دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در ایران با مشارکت اعلام شده که حدود 49.8 دهم درصدی واجدین شرایط رایدهی برگزار شد که در آن پزشکیان با 54 درصد آرا توانست کاندیدای اصول را شکست دهد ده و به عنوان نهمین نه رئیس جمهوری ایران انتخاب شود. احمد خاتمی پس از سه هفته انتشار یک نامه درباره تعیین جانشینی خامنه ای را تکذیب کرد. یک عضو مجلس خبرگان رهبری انتشار نامه ای از سوی ستاد سعید جلیلی نامزد انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری در مورد تعیین جانشینی رهبری تا آذر ماه را تکذیب کرد احمد خاتمی این نامه را جلی خوانده و گفته آن را به شدت تکذیب می کند. این نامه تاریخ 27 خرداد امسال را دارد و مشخص نیست چرا احمد خاتمی سه هفته بعد آن را تکذیب کرده است نه در آن زمان نامه یاد شده با امضای محسن منصوری رئیس ستاد سعید جلیلی خطاب به معاون سازماندهی این ستاد نوشته شده و در آن آمده مجلس خبرگان امسال مسئولیت خطیری بر دوش دارد و باید جانشینی رهبری را تعیین کند بر اساس این نامه احمد خاتمی گفته تا 12 ماه و بر اساس برنامه قبلی این مهم باید و ضرورتاً به انجام برسد چرا که بعد از آن احتمال هر رخدادی بیش از همه محتمل است عضو مجلس خبرگان در تکذیبیهٔ خود انتشار این نامه را رفتار مذبوحانه خوانده و گفته دشمن به خیال باطل خود میخواهد از آب گلالود انتخابات ماهیگیری کند مجلس خبرگان متشکل از 88 عضو است که وظیفه اصلی آن تعیین رهبر جمهوری اسلامی است در سالهای اخیر با بالا رفتن سن علی خامنه ای که همکنون 84 سال است موضوع انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی بارها در رسانه ها مطرح شده است در این میان نام مشتبا خامنه ای پسر 55 ساله رهبر جمهوری اسلامی به عنوان جانشین پدرش نیز بر سر زبان ها افتاده است موضوعی که مخالفان حکومت در جریان اعتراضات سالهای اخیر در ایران با شعار با بمیری رهبری را نبینی به آن واکنش منفی نشان دادند گرچه از مجتبا خامنه ای به عنوان جدیترین گزینه جانشینی رهبر فعلی جمهوری اسلامی نام برده می شود، اما مجلس خبرگان شهریور سال 1401 گزارش ها درباره جانشینی موروسی را شبه پراکنی خواند و مدعی شد این نهاد تنها به شایسته گزینی و انتخاب اصلح توجه دارد بر اساس آنچه برخی از اعضای مجلس خبرگان از جمله احمد خاتمی و محسن عراکی در سالهای اخیر گفتند یک کمیته محرمانه در این نهاد وجود دارد که سه عضو دارد و وظیفه آن تعیین کسانی است که در مزن رهبری هستند احمد خاتمی آذر سال 94 گفته بود این کمیته با رایت کامل مسئله رازداری این اقدام را انجام می دهد و اگر رهبری بخواهند این اسامی فقط به ایشان عرضه می شود. <متصفح> آتش سوزی گسترده در پارک ملی کرخه زیستگاه اصلی گوزن ایرانی در خطر نابودی آتش گسترده در جنگل های پارک ملی کرخه در استان خوزستان که از ظهر یکشنبه 17 تیر آغاز شد همچنان در بخشهایی از این جنگل ادامه دارد و باعث افزایش خطر از بین رفتن زیستگاه اصلی گونه های مختلف جانوری از جمله گوزن زرد ایرانی شده است به گفته یه مسئولان پارک ملی کرخه این آتش بامداد دوشنبه 18 تیر ماه با استفاده از ظرفیت های محیطبانی و نیروهای مردمی مهار شد اما پس از ساعاتی بار دیگر در بخشهایی از این جنگل شعله ور شد محمد الوندی رئیس پارک ملی کرخه شوش در گفتگو با خبرگزاری ایرنا پوشش متراکم جنگلی و وزش شدید باد را دلیل گسترش این آتش سوزی عنوان کرد و گفت تیم‌های محیطبانی علاوه بر تلاش برای خاموش کردن آتش در حال برآورد خسارت های وارد شده به این پارک هستند منطقه ی حفاظت شده ی کرخه حدود هزار هکتار وسعت دارد که 7500 هکتار آن پارک ملی است پوشش گیاهی این پارک ملی گز، پده، کنار، توت خودرو، بید، کنارک و دیگر درختان است و زیستگاه گوزن زرد ایرانی است. روز 29 اردیبهشت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان ویدیویی منتشر کرد که حاکی از تولد اولین گوزن زرد ایرانی در سال 1403 در زیستگاه طبیعی پارک ملی دز بود. گوزن زرد ایرانی در دو مرحله 18 گوزن در سال 1401 و 10 گوزن هم در سال 1402 از مراکز تکثیر ایلام به جنگل های پارک ملی دز منتقل شده است. این نخستین بار نیست که جنگل های پارک ملی کرخه دچار آتیسوزی سوزی می شوند. این منطقه خرداد ماه امسال نیز دچار آتی سوزی های متوالی شد و طی پنج روز 46 هکتار از جنگل های آن در آتش سوخت. قدرت الله علیپور رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گچساران نیز روز دوشنبه خبر داد بیش از ده هکتار از جنگل مراتع و نقاط کوهستانی کوه پهن واقع در این شهرستان در روز یکشنبه هفده تیر در آتش سوخت در هفته های گذشته گزارش های متعددی درباره آتش سوزی در بخش های وسیعی از جنگل های زاگرس منتشر شد روز چهارم تیر ماه در پی آتشسوزی سوزی زاگرس خبرگزاری تسنیم به نقل از محمد یزدانپور فعال محیط زیست این آتش سوزی ها را عمدی گزارش کرد و نوشت دلیل آن نابودی جنگل و تبدیل جنگل ها به باغ انگور و انجیر است او افزود ستاد بحران برخلاف گذشته در این زمینه تشکیل جلسه نداده است سپاس که تا پایان همراه بودید لطفا نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و با به اشتراک گذاری ویدیوها در انتشار آگاهی سهیم باشید